درود بیکران پاینده ایران حرفایی رو ابراهیم رئیسی زده که بسیار مهمه و دمش یک مسئله رو بیان میکنه در مورد مهاجرت معکوس که به نظر من دمش میگم من طرفدار رئیسی نبودم که رئیس جمهور بشه و ولی امروز میبینم که یک تصمیم عاقلانه نظام گرفت که رئیسی رو بخواد در حقیقت نخست وزیر بکنه چون من اصلا به اون هیچ عنوان اون مدل انتخابات و خدا را شکر اصلا به صورت دموکراتیک و به شکل ریاست جمهوری و انتخابات جمهوری و اینا نمیبینم که البته اینی که نمیبینم یعنی بار مثبت داره در گفتمان من چون من دموکراسی و انتخابات اینا رو چیزای ضد ارزش و اشتباه میدونم البته یک منطقی هم پشت نظام هست که مردم باید جنب جوش داشته باشن و انتخابات ها باعث مشارکت مردم میشه که منطقی درستی البته یکی از ایرادات سیستمی که من میگم که انتخابات برچیده بشه و انتخاباتی نداشته باشیم یک ببین شما هیچ وقت هیچ نگاه و هیچ ایدئولوژی و هیچ چارچوب فکری صد درست نیست حتی همه چیزایی که من میگم صد درست نیست یکی از ایرادات نگاه سیاسی که من دارم که انتخابات باید برچیده بشه اینه که خب مردم دیگه مشارکتی توی اینجور انتخاب افراد ندارن و این باعث میشه که مردم یه خود منفعل بشن و این ایراد نگاه سیاسی منه ولی خب آخه نگاه اون که مثلا میگن مردم مشارکت داشته باشن خیلی هزینه داشت برمیداشت برای کشور هزینه <تصفح> سنگینی داشت برمیداشت شما از دلمون انتخابات خاتمی احمدی نژاد و روحانی بودن که هر ست تا پدر مملکت ها حداقل اما که در دور دوم ولی آقای خاتمی و روحانی در هر دو دوره پدر مملکت ها در آوردن و هزینه هاشو دیدیم اما خب این دفعه خدا رو سپاس حالا به هر حال حالا اینکه این نگاه ما بر قالب بشه یا اون نگاه اینا بحثایی که حالا توی این برنامه جایگاهی نداره اما ابراهیم رئیسی حرفایی میزنه که این حرفا بایستی شنیده بشه و صحبت بسیار مهمیه داشته باشیم برای... تا یک نفر ببینیم عزیز تا یک ببینیم عزیز دانشجوی استادی روحانی بگیم تو جز ما هستی اسمت نیست نه آقا نباشه بگذار با همین دقدقه انقلاب و حفظ نظام ارزش ها اجرای عدالت و پیشرفت کشور حرکت کنه حرکت او فکر او انگیزه او اندیشه او رو ما ما قرار میده این هم یک نگاهی است به این حرکت فرمودن کار دانشپونیان. ما باید جریان مهاجرت رو در کشور یا جریانی که هرکس تعبیری داره یکی میگه فرار مغزایی یکی میگه حالا چقدر قبول قبول نیست اینجا بحثش نیست ما باید جریان این که جریان دانشجوی درس خونده دارای مدارک عالی تحصیلی در کشور رو اینکه بخواد دل به خارج از این مرزها پیدا کنه با تحریک برخی با کمیسیون گرفتن برخی این خیلی مهمه با تحریک برخی و با کمیسیون گرفتن که بخش قابل توجهش من توی دانشگاه ایران ببینید من گزارشهای خیلی وحشتناکی داره به دستم میرسه استاد دانشگاه تو دانشگاه تهران دانشگاه صنعتی شریف اینا گزارش بدی داره بهم میرسه استاد دانشگاه میگه بچه بچا درستون خوندی رها کنید برید خب خود چرا رها نکردی چون داره کمیسیون میگیره مغز بچه ها رو تو دانشگاه ها تو مدارس دارن شستشو میدن که آقا تحصیلات تموم شد پاشو برو اونور اونور بیا چه غلطی بکنی حالا <تصفح> جدی دارم میگم اینایی که الان اینورن چه گلی به سر زندگیشون زنن که تو مثلا بخوای پاشی بیا اینور حالا اگه دیگه میگن خب اگه اون وقت خوب نیست چرا تو هستی که دیگه به تو ربطی نداره چون توی 7000 تا برنامه دیگه توضیح دادم دیگه بس دیگه <applause> من که جاری من که تافته جدا بافتم از هفت دولت آزادم و داستانم بسیار یک استثنا هم شما استثنا رو که توی تعمین بدید به کل من منو میخوای مثال بزنی خب با همین مثال غلط تو چرا اونجا اینا زندگی خودتو نابود کن و هر حال اینایی که دارن به عنوان استاد دانشگاه به عنوان مثلا کسانی که کمک آموزشی هستن در حالا دانشگاه ها مدارس اینا دارن تشویق میکنن بچه های مردم رو به خارج خیانت خیانته و بایست سیستم امنیتی آمار بگیره چه کسانی دارن کمیسیون میگیرن برای مهاجرت خیلی نکته اینایی هم که تو خارج میرن دوربین موبایل ها میدارن آقا هم پسر بود تو آمریکا اون داره اون کار مهاجرت میکنه آقا اینجا ببین که همه چی ارزونه پاشو بیا این ور <تصفح> تو ریال به ریال پول در میاری ولی به دلار داری خرج میکنی فایده نداره بیا اینجا دلار در بیا به دلار خرج کن این چیکار داره میکنه اینا کسانی که شرکت های مهاجرتی دارن و ابراهیم رئیسی به درستی به این نکته داره بررسی میکنه و تو سخنرانیش میاره که او رو ترغیب کنن به اینکه کشور رو ترک کنه که رهبری فرمودن این خیانته خیانته واقعا خیانته ما باید به قدری در کشور جاذبه ایجاد کنیم در حوزه های علم و فناوری که جریان مهاجرت معکوس بشه اونا هم که رفتن پشیمون بشن بگن میخوام برگردیم بگن ما میخوایم علموز میام تو کشور خودمون برای مردم خودمون کار کنیم این زمینه کاملا در کشور وجود داره این خیلی نکته مهمی که صحبت از مهاجرت معکوس داره میکنه آیه ابراهیم رئیسی که برگردن این نگاه نظام در مورد اینکه خیلی ها برگردن خیلی نگاه خوبیه که البته امیدواریم در آزادی های مدنی باز این نظام شلتر کنه البته اینجا باز یه بحث دیگه ای پیش میاد ببینید ما دانای کل که نیستیم گفتم اون نگاه سی من که انتخابات ورداش بشه ایرادش هم گفتم دیگه بررسی کردم اون یک پاشنه آشیل یا بهقول آقای های خامنه ای که درستتر و دقیق میگه چشم اسپندیار اون نگاه سیاسی منه که مردم اگه شما بذاری کنار منفعل میشن که بعد اینجا بررسی کنی چگونه مردم مشارکت داشته باشن دوچار این دموکراسی مبتزل آمریکایی هم نمیشیم دموکراسی که در ایران حاکمه دموکراسی مبتزل آمریکایی است اینو بهتون بگم تا مردم بیان و تو سر هم بزنن انتخابات و اینا یه چیز واقعا ضد ایرانی هستن ولی خب مردم هم باید مشارکت داشته باشن بعد یه راهی تو این قضیه پیدا کرد حالا بررسی بیشتری خواهیم کرد ولی به هر حال ما میدونیم انتخابات به شکلی که در های گذشته انجام شد به ضرر مملکت بوده اما در این بخش که آقای ابراهیم رئیسی به درستی داره اشاره میکنه یه صحبت من اشتباهی من اینجاست که داشتم بهتون میگفتم که این که ما اگر آزادی مدنی رو شلتر کنیم حالا اینجا چشم اسفندیار صحبت من اینجاست که اگه شلتر کنن دشمن فکر میکنه که نظام عقب نشینی کرده اینجا بحث یه خورده حساس میکنه این نظام در سطوح بالا بخش قابل توجهشون سر هجاب اجباری و یه سری از آزادی های مدنی رو که محدود کردن فهمیده اشتباه کرده چون آقا اگه بس مشروبه که بزنم به تخته وضعیت مشروب الان در ایران مردمی که مشروب میخورن باور کنید از اروپا بیشتره اینو جدی بهتون میگم آقا ایرانیای اروپا <تصفح> از اینجا وقت میشه برید مشروب بخورید <تصفح> والا ممکن ادامو میشه ولی دو سه هفته یه بارم نمیرسیم ولی در ایران ها رو هر بار زنگ میزنیم همه پای بسات هن. فیلم هایی که خیلی از مردم ایران برام میفرستن همه پای بسات مشروب با ایران یعنی در اروپا اینا انقدر مردم کار میکنن و افسردگیها ها و شرایط زندگی بوروکراسیوار انقدر زیاده مردم تو اروپا وقت نمیکنن برن مشروبی هم بزنن خود ایران که ظاهرا الان قدقنه ولی آزاده همه اینا آزاده تو توی بالای نظام اینی که آقا زنام که دارن بیهجاب دیگه تو خیابون را میرن خود نظام هم اینجا رسیده که باید شل کنه منتها یه بحث امنیتی پیش میاد میگه اگه شل کنم پالس اشتباه برای دشمن میره دشمن فکر میکنه من در این زمینه کوتاه منم میره برای اینکه مردم رو تحریک کنه برای اقتشاشات و چنج حکومت چنج رژیم برای همین نظام هم اینجا یه متاسفانه دست بست است بس سنگینی به حال چون جاذبایی که آقای خا... چیز گفتن رئیسی گفتن زیاد کنیم برگردیم اینا یه بخشی از مردمی که اومدن خارج بحث آزادی های مدنی آقای رئیسی ها این واقعیت این بحث هجاب اجباری و بحث های حالا آزادی های مدنی در ایران محدودیت هایی که وجود داشته که البته الان میبینیم که عملا ورداشته شده ولی یعنی یک, یک بخش یک بخش هم بله بحث کار و زندگی و اینا هست ولی به نظر من ایران انقدر جاذبه داره و اتفاقا حالا شاید بگیم به خاطر جاذبه ایران نباشه ولی حداقل اینو بهتون قول میدم دنیای غرب انقدر کم جاذبه است کسایی که تو زندگی کردن به غلط کردن و افتادن آرزو دارن برگردن یه خورده شرایط تو در ایران مهیا کنه نظام خیلی ها در خارج بر میگنن ولی به اینکه همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم در دو سال گذشته به خصوص بعد از کرونا ما مهاجرت معکوس گسترده ایرانیان به ایران بودیم اینکه حالا اگر رسانه ای نبوده نشده یه بخشش بیورزگری نظامه یه بخشش هم اینایی که برمیگردن تحت فشار روانی هن. خب زندگی رو فروخته اومده قلب حالا در قربم زندگی رو فروخته رفته ایران حالا زخم زبون پدر و مادر و دوست و اشنام داره این باعث میشه طرف یه بره تو چرا خاموش توی یک خلسه یا یک پریود در حقیقت افسردگی قرار بگیره و زیاد نیاد بیان بکنه وگرنه اینو بدونید در دو سال گذشته ما شاهد رشد گسترده مهاجرت معکوس بودیم به خطوط از کانادا چقدر رفتن ایران دارن زندگی میکنن یعنی خیلی ها در کانادا زندگی میکردن برگشتن اینا واقعیت هست من در دو سال گذشته به وفور دارم میبینم. خب حالا ادامه صحبتشون در حوزه کار دانشمندان گروه های جهادی فعال بشن در حوزه کشاورزی و تأمین مواد غذایی برای کشور ما نیازمند استقلالیم آیان محترم در شهر این هم خیلی مسئله مهمیه امنیت غذایی امروز در دنیا حرف اول رو میزنه و چقدر بیشرفا گفتن که ما نباید استقلال داشته باشیم تو امنیت غذایی و این هم حرف مهمیه ولی موضوع برنامه من نیست ولی اینکه ایران داره به سمت امنیت غذایی هم یکی از دستور کارهاش در حوزه گندم و اینها هست همیشه مهم بوده و خیلی جالب بود برای همین صحبت های آقای ابراهیم رئیسی دیدم رسانه ی عربستان سعودی اومده و حمله کرده یه جورایی یعنی عکسی که از ابراهیم رئیسی گذاشته نمیشه که ابراهیم رئیسی مثلا گفته تشویق به مهاجرت معکوس امر به معروف است و همینم هم میگه بله آقای ابراهیمی در صحبتش اینم بیان کرده چقدر قشنگ یعنی یک مسئله دینی که بخش قابل توجهی از مردم ایران باش مشکل دارن چون امر به معروف نهی از منکر باعث یک سری تنش های گسترده و یه جورایی هیزومی بوده در آتش دوگانه های کاذب هجاب و بی هجاب. با هجاب, بی هجاب یکی از این آتش هایی که باعث شد که تنفر ایجاد بشه بین یک بخشی از مردم با بدنه مذهبی جامعه همین امر به معروف نهی از منکره و چقدر آقای ابراهیم رئیسی قشنگ یک معقوله ای که باعث مثلا تنفر بخشی از جامعه شده و همیشه امر به معروف نهی از منکر میاد پیش زمینه ف... یعنی پیش قضاوت های ما در مورد بحث حجاب دیگه و ایشون این قضیه ای که مثلا زیله مثلا پیش زمینه ایست برای بحث حجاب حداقل اینجوری تو صورت عرف جا افتاده دیگه اینو میاد یک معقوله دینی تنشزا در بین جامعه ایرانو میاره برای یک بحث ملی خرج میکنه میگه آقا آقایون مهاجرت تشویق به مهاجرت معکوس امر به معروفه خیلی چیز خوبی میگه خیلی قشنگ میگه و به رسانه عربستان فشار میاد و تصویری که از ابراهیم رئیسی اینجا انتخاب کردن نگاه کنید یک تصویر قشنگی نیست این شما ببینید یک کاری که خب دشمن میکنه یکی از کاری که هست شما وقتی صحبت میکنی تو ویدیو اینه که استاپ بزنن یه مثلا شما صحبت میکنی سر صورتت بالاخره کج است دیگه اینو عکس میگنم پخش میکنن همین کارو برای ابراهیم رئیسی کرد یعنی یک اناد یک تنفر کاری که خب دشمنان من در تمام این ساله بهتون بگم از هر برنامه من اینا چند هزار عکس درست کرده از برنامه من و خانمم که صحبت میکنیم استوب میزنن خب قیافه کجکوله میشه بعد اینو در سطح گسترده تلاش میکنن پخش کنن خب البته اینو برای هر کسی بکنه الان برای رضا پهلوی بیا ما هر سری استاپ بزنیم قیافش خیلی چیزای جالبی هم میشه <تصفح> باز دیگه هنر میکنه خب همین جوری اینا در همون در حقیقت فنجان البته من میخوام میگم چای البته این قهوه ولی در همون فنجان چای در یک محدود یک شرایط محدودی دارن تو خودشون میلولن و ما هر روز داریم بزرگتر میشیم ولی که اینا تو همین داستانمون موندن سعودی نشنونم به جایی نمیرسه برای که کسی که کانتکس کاریش و فرم کارش این میشه که برای که ابراهیم رئیسی رو خراب بکنه ساخرانیش رو رو ویدیو اسلوب زده عکس گرفته که صورت آقای ابراهیم رئیسی یه خود کج و کله بشه بعد اینو بذاره اولا اناد نسبت به بحث مهاجرت معکوس و اناد به منافع ملیه یعنی یکی دیگه فرم کار نشون میده هر چقدرم پول پشته سعودی نشنال باشه و هر چقدر عرب های عربستان پول بدن به این مزدور خبرنگار های وطن فروش که فارسی صحبت میکنن اینها به جایی نخواهند رسید چون فرم کار نشون میده اینا آدم کوچیکی کچیکی هن. این شما فرم کار خیلی مهمه وقتی شما فرم کارت سطحیه نمیتونی کارهای بزرگ بکنی یه دلیلی که دشمنان من به ویژه در بخش هواداران رضا پهلوی و تجزیه طلبان پانکورد در تمام این 8 سال پله هایی شدن نردبانی شدن تا من ازشون بالا برم خیلی خوبم بالا رفتم هر جام لازم بود برجستشون کردم دو قدم از روشون بالا رفتم بابت این بود که فرم کارشون نشون میداد آدمای کوچیکیان سعودی نشنال هم همینه فرم کارش علیه ابراهیم رئیسی نشون میده رسانی کوچکی است ولی به اینکه هر چقدر پول پشتش باشه ولی بازدهی و پتانسیلی که باید داشته باشه و خروجی که باید بیرون بده خروجی بسیار کوچکی است که ما بهش میگیم فیلم مورچه زایید <applause> اون همه پول عربستان سعودی رو اینا دارن به خاک میدن قربونتون برم شب و روزگار خوش همتون رو به اقوام از ایران میتونن دم ابراهیم رئیسی گرم بابت مطرح کردن مهاجرت معکوس بدرود